شک ندارم که اومدی و الان توی ترمینالی. داری با هم شوخی میکنی. تو میخوای یه خاطره خنده دار بسازی. مرسی عزیزت. بله دقیقا میخواستم عزیزت کنم. عزیزت که نشدی؟ نه الان که اومدیم. یحیا دوست نداشت از کنار یلدا بلند شه. یلدا بعد میرفت. اما یحیا تا ساعتی همونجا نشست که دقایقی یلدا کنارش اونجا نشسته بود. مثل میل نشستن روی همون صندلی همیشگی، حتی وقتی که یار کنار تو نیست. کاش این صندلی ها متحرک نبود و میشد بعدها بازم بیایم همینجا و بازم با هم دقیقاً همینجا بشین. آقا من پزشکم. علیرضا این رفیقمون گفت مشکلی داریم. چی مشکلی داریم؟ ولی خیلی دلم درد میکنه. ما قراره با آمبولانس این دوستمون رو برسونیم به. بله متوجه شدم. پسر دایی من اونجا که خوابیده ما رفتیم اگه بیدار شد خیلی آروم بهش توضیح بده که چی شده. من رفتم و آره با آمبولانس که برای پزشک مانند یحیی اولویت با بیماره، نه تنها نگذاشتن یه پسر دایی مثل شهاب. حالا شهاب وقتی چشمشو باز کنه همه چیزو میبینه جز یحیی رو که رفت دور شد. خیلی درد میکنم. ببین اینجا رو الان فشار میدم. فعلا الان درد میکنم. خب دستان برمی دارم چی؟ این بر چی؟ الان درد میکنم. این بسایل مول بدن ببخش. بی خب دارم چی کار؟ این لحظه یک کار کچکی دارم. داداش یه امینا رو بریز بیرون. چیه؟ بگی بریز بیرون. چی بودین؟ عکس یک کسی بود. بیمیرم هم دیگه سراغش نمارم. آها وای دکتری خوب میشه؟ آره بابا معلومه که خوب میشه. وای دیگه بدتر میشه. مسمومیت چیزی بود میشه.
علیرضا؟ جانم به نظر این رفیقمون حالا حالش خوب بشه عکس اینو که پاره کرده بود میره سراغ صاحب عکسی؟ داد من نمیدونم نظر خواستی ندارم غلامرضا بعدها هیچگاه حتی از صاحبمون عکس سراغی هم نگرفت. دغدغه‌های بعدی اون از این خیال براش مهمتر بود. فکر شغل و حرفه و تشکیل خانواده برای اون دغدغه‌های مهمتری شدن. شروع سربازی براش پایان یه خیال و شروع واقعیت بود. علیرضا که تقریبا آدم دیرجوش و همیشه ناراحتی بود، تقریبا بعد از مدت‌ها برای اولین بار بود که به یه غریبه کمک میکرد. اصلا نمیفهمید چه حسی داره، اما میدونست هرچه که هست از این حس ناراضی نیست. شروع سربازی برای شروع کمک به غریبه ها بود. علیرضا جان، میدونم دیدن مشکلات بیمار به کمی سخته واسه هر کسی، آسون نیست، اما اگه میشه بیا دم دست باش دیگه رفیقمون رو کمک کن. آره بابا، آره رفیقمون دست بگیر. باید کمی حال بهتر شد بیدار. ببریدشون اتاق. جناب دکتر، من یحیی ریایی هستم، خودم پزشک هستم. اینو عرض میکنم که اگه کاری کمکی چیزی از دستم بر بیاد در خدمتتون هستم. به به، خوشحال شدم از زیارتتون. با شما در حال حاضر من کاری ندارم، ولی وجود شما لازمه چون بعداً با شما کار دارم. خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. قربون شما. میگم دکتر اگه کاری چیزی هست من در خدمتم. والا کاری که گوشید آنتن میده. نه اینجا که نمیده، حالا شاید بیرون بده. چطور؟ این شماره پسردایی منه. میدونی تو اتوبوس یه خود حقیقتش باقی نگران نشم، واسه اینم اگه لطف کنی برسی بیرون یه زنگی بهش بزنی. یعنی با این نوتاس یه پنجره. شهاب جان، دوست دارم به خودم امیدواری بدم که شعورت به ترست میچربه و باعث میشه که بفهمی من باید دنبال مریض میرفتم و دیگه نترسی. علیرضا جان، یه لحظه قربونت. البته مطمئن نیستم که وقتی از خواب بلند شی و ببینی من نیستم از ترس دیوونه نشی. ممنونم، خیلی لطف کردی. اما حقیقتش گفتم بیدارش کن، احتمالاً خوابه. حالا اگه خودش بیدار شد کاری بهش زنگ میزنه دیگه. خوشحال شو. همین شما گرم. فلکی، فرامرز فلکی. الان اگر از جا بلند میشه به خاطر این نیست که پای اون خواب رفته یا دلایلی از این دست. اون به دنبال رفیق میکرده. سربازی برای اون آخرین فرصت انتخاب رفقای حسابیه. اون قدر این اجتماع رو میدونه. این تقریبا آخرین اجتماعی بود که اون در اختیار داشت. شروع سربازی برای شروع آشنایی با غریبه ها بود. رفیق شدیم، انقدر شما حرف زدی که واقعا سرمون درد گرفت. به قدری سر من درد گرفت که واقعا نیاز دارم که توجه بشه به هم و به هم اهمیت داده شه که دکتر حضور ندارن، دکتر رفتن. چیزی؟ میگم انقدر شما حرف میزنی سر آدم درد میگیره آقا شاو. یعنی من تو خواب حرف زدم؟ نه، اونی که راحت خوابیده بودی تخت. بله. پس چی میگی؟ من سر درد گرفت دکتر اینو میگی؟ مثلا شوخی دیگه، دیدی یکی حرف نمیزنه میگن انقدر مثلا حرف زدی سرم درد گرفت، اونجوری منظورم بود. نمیفهمم چی میگی. یحیی کو؟ یحیی میشه دکتر. پسرمم دیگه. پسرمم میشه دکتر دیگه. دکتر؟
کو؟ من این همه توضیح دادم که رفت دیگه. رفت؟ آقا من دارم یه ساعت بعد به شما چی رو توضیح میدم، دارم همینو میگم دیگه. یه مریض بودش که رفت، رفت که دنبال کارمون باشه. آقا شب این پسرامتون آقای دکتر، خب بنده خدا یکی از بچه ها حالش بد شد رفتن بعدش با... هم که گفت اجازه بدیم، بعد گفتش که مسئولیت شما با ایشون، یعنی ایشون باید مراقب بعد باشن. بعد وایسادیم توقف کردیم رفتیم پسر مشهدی، یعنی من کاری نیستم، یعنی ایشون میگه. یعنی بخوام بگم که شما باید مراقبش باشین، من این همه نشستم سکوتشون رو تحمل کردم مراقبتش با شما میشه. بابا ساکت، بابا ساکت. نگران نباشد، کجا میری؟ رها شدن و تنها موندن غیر از ترس گاهی باعث رنجش خاطر میشه، با آدم بر میخوره که او ولش کنن و برن. اون چه نمیده؟ آدم های بهانه جو یا با خلاقیت بهانه رو اختراع میکنن یا چشمشون خوب بازه و اگه بهانه و فرصتی ببینن اونو از دست ندن. چه بهتر. حالا که اینطوری بهم توهین کردی و بیخبر ولم کردی اصلا سربازی نمیرم. آی دکتر، مریضتون به سلامتی خوب شده؟ بله. ولی امشب اینجا مهمون ماست، میبینید که الانم به خوابه عمیقی فرو رفته و امشب هم مهمون ماست. شما هم اینطوری که پی بردم تشریف آوردید برای دوره آموزشی؟ بله دکتر. اینی که میخواستم ببینم اگر امکان این هست، اگر میخواید بالا سر مریضتون بمونید که خب بمونید، ولی چون اگر بخواید برید باید برید یگان، یگان هم اونجا بهتون لباس میدن و بعدم چند روز میفرستنتون مرخصی. درست. گفتم که اگر امکانش هست نخواستید برید، یا بالا سر مریضتون بمونید یا اینکه اینجا یه بهداری کوچیکی ما داریم زحمتی بکشید، چون بهیارش نیست امشب اونجا زحمت بکشید بیستید چون دکتر نداره. آقای دکتر یه لحظه میان استیلاجی مریض امضا بزنیم؟ بله عذر میخوام دکتر جان، ببخشید. شهاب، حالا چی بگم که این قاطی نکنه؟ جدی باشم، اخم و تخم کنم، تمنا کنم، خونسرد و بیتفاوت باشم یا مهربون حرف بزنم؟ آخه آدم معقولی هم که نیست، حتما باید کلی فکر کنی که اصلا ولش کن، همون مهربون از همه بهتره. سلام شهاب جان، خوبی؟ عقل کل، عقل کل آقای، عقل کل، عقل کل. این دفعه رو نباید عقل کل بازی در می آورد، نباید منو تنها ول می کردی می رفتی. بهت نگفتم اون سرباز احتیاج به دکتر داشت؟ تو منو ول نکردی چون اون بابا احتیاج به دکتر داشت، ول کردی چون عقل کلی، ول کردی چون اگه گفتی منو یهو ول کنی منم یهو ترسم می ریزه. عزیز من بالای سر مریض دکتر لازمه. ببینم آقای عقل کل، مگه اون آمبولانس خودش دکتر نداشت؟ تو چرا اصلا باهاش رفتی؟ ببین عزیز من، اولا که آمبولانس دکتر نداشت، فقط پرستار داشت. دوما من غیر از دکتر حکم همراه مریضام داشتم دیگه، الانم دارم. بعدم حالا بگذاریم به این دومیه کار ندارم، چون یکی دیگه از بچه‌ها دمش گرم همراهمون اومد، الان نقش همراه رو داره بازی می‌کنه، ولی همون دلیل اولی به نظر من کافیه. خب توجیه نکن، توجیه نکن. خوب واسمون بریسمون بلدی ببافی، ولی من باورم نمیشه، فهمیدی؟ ببین شما گوش کن، الان می‌خوام یه حرف کلی بهت بزنم. عزیز من، من و تو بالاخره تو سربازی یه لحظاتی ممکن هستم تو آقایون محترم داریم میرسیم به پادگان، وسایلتون رو جمع بکنید آماده پیاده شدن بشید. ممنون. آقا شهاب. بله. اعلام کردن داریم میرسیم. بله خودم شنیدم، گفتم تأکید داشته باشم. Thank you.
اسم تصمیم جدید شهاب سربازی نرفتن نبود، فرار بود. فرار نوع به خصوصی از بازگشت که همراه با ترس و هیجان بود. شهاب ترسیده بود، اونها را در آستانه سرباز فراری شدن قرار داشت. ای وای، آیه نقیان. بله گفتاری میرسیم. خودم شنیدم. گفتم اگه وسیله چیزی داری جمع. بله با نهایت تأسف از من برای فرار جزمه، فقط خدا کنه دستگیرم نکنن. یا میدونم که تویی که داری بهم زنگ میزنی. تو این صدا زنگ گوشی رو نمیشنم، اما گوشی تو جیبم رو داره میلرزه. فقط تویی که ممکنه تو این لحظه 10 بار زنگ بزنی و هر بار بذاری تا آخر زنگ بزنه. ولم کن بابا، من میخوام یه جوری از این وسط در برم. برو خدافظی کن دیگه با دادک. برو خدافظی کن. 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 خدافظی شما کی هستین اینجا واسه دیگه؟ من کاره شما؟ من خانواده سربازم، ببخشید. هیچ بود، ترس دستگیری، ساخت دروغ و خجالت از دروغ، اینکه باید بره سربازی، اینکه نباید بترسه. آقا اینکه شجاع نیست، اینکه باید شجاع باشه، اینکه سربازی به دردش نمیخوره، اینکه سربازی براش مفیده. خلاصه بگذاریم، هیچ بود. شما راستی، ولی من 18 سالم بوده ازدواج کردم، بعد 18 سالگی هم الان پسرم داره میره خدمت دیگه. دقیقه خودش سربازی نه من سر... بیا آقا تا من راستشو بهت بگم. آقا ببخشید.
حاج آقا راستش این پسری که من آوردنش بره سربازی پسر خوندمه. 10 ساله که من سرپرستیشو به عهده گرفتم، الان 20 سالشه. آوردم شو دستم دلم خود سربازی. آقا شما اصلا به حریم خصوصی آدم چون کنید؟ بسه نه بابا نه سربازی تلک نایمده. نه بابا نه سربازی اومدیم ببریم. آقا ببخش شما کجا رفته بودی؟ جایی نرفتم. رفته بودی دیگه، مامای دنبالت بودی. رفتم تا اتوبوس. اتوبوس دیگه فرامون اتوبوس کاری نداریم که با بریم تو پادگان دیگه. شما کی یربی ها؟ آوردم من کجا؟ آقا جلو بودیم. آقا شما وای ساده بودیم. شما وای نستده بودیم. نه دیگه یا ما اینجا وایساده بودیم عزیز من، جا گرفته بودیم، بعد ما صلاح زودتر بریم داخل پادگان. تموم شد. 2 ماه قراره با هم باشیم دیگه. ببخشید دوستا، من پوزش. آقایون، نفراتی که گوشی دارن بگیرن دستشون. بالا نیا، فقط تو دستت باشه. میگو. گوشی نداری مگه تو؟ گوشی داری؟ گوشی داره. داستان میشه، گوشی داری نبره تو. همون یه چیزی شنیدین اگه یکی تخلف کنه همه رو یقه میکنن و دستمه دیگه. همون دارم تذکر میکنم بابا اینجا تحویل بدیم دیگه، اینجا با گوشی هم اینجا هست دیگه، میدونی خودت. همون تذکر گفتم که دیگه دوستایی خودت. چی فکر میکنی شبا جون؟ فکر نداره که، برو دیگه نوبت ماه. یه لحظه ورود به پادگانه دیگه، داریم نزدیک میشیم به پادگان. برو شما عزیزه بگیم. نترس هستم، من پیشتم، دکترم نباشه من هستم. ما میری یا نمیدونی؟ برونش بشه. شما بریم محتل من نشه. آی دکتره دست این چی کشیده؟ من میرم اون روزم. آقا شما برو عجله داری دیگه، منم دارم میرم. برو ما رو تابلو میکنم. من مثلا نیستم من تابلو که هیچی، برات مابلو میشم. میری که مابلو فراتر از تابلوی دیگه. قربونش بشم ترسی. چرا ولم نمی کنی فلکی؟ میدونی من نسبت بهت یه چیزم، احساس مسئولیتم. ولم کن. من یه مرزایی بندازم لبخم بزن. ببخش از هدف یه چیز دیگه بود، قبول بریم جلوتر. بعد دیگه نشد، حالا ما عقب صف میریم. تو برو دیگه ولم کن، من میخوام تنها باشم. تو رو خدا ولم کن، برو. عزیزم میخواد تنهایی بره تو. چه لحظه قشنگیه. نقیان من، میخوای تنها بری تو؟ ولم کن. من احترام میذارم به این حسد باشی. از من میرم تو پادگان، قلب پادگان میبینم. باشه؟ ولم کن. برو منش بشه. روز اول مهر ماه وقتی که اولین بار پا به دبستان گذاشت، لحظه‌ای که در میان جمعیت مادرش رو گم کرد، با فریاد در حالی که گریان بود از میان صف بچه‌ها گذشت و در میان مادرم مادرشو پیدا کرد. اما مادرم همیشه میگفت تو اصلا نه داد زدی نه دویدی، من از دور تو رو دیدم که فقط افتادی زمین. برات آبغن آوردیم و تو دفتر مدرسه روی مبل خوابیدی و گفتی وای خدا چقدر خوابم میاد. چی شد آقا؟ چی شد؟ آبغنی شدی؟ میتونی بلند شی؟ میتونی بلند شی؟ آره. الان بهتری؟ خوب. بهتری؟ خوب.
ورود از هر در ورودی همیشه یک آغاز محسوب میشه و هر آغازی آدابی داره. دو حالت داره، یا فرار رو بر قرار ترجیح میدم یا قرار رو بر فرار ترجیح میدم. اصلا بعید نیست چرخ یه جوری به چرخه و من فرار نکنم و سرباز بشم و همین تو اومدنم اول سربازیم حساب بشه. پس باید منم از زیر قرآن رد شم. دوست ندارم اگه قرار جای فرار رو گرفت و سرباز شدم از زیر قرآن رد نشده باشم. بسم الله الرحمن الرحیم. زحمت بکشی آبغن بیاد. دست در نکن. ما چیزی نیست که آبغنی هم بینیم خجالت نداره. همین راحت برو داخل آسایشگاه پاسپورت دراز بکش استراحت بکن. چیزی هم خاصی به من بگو. دوست داشت وقتی وارد آسایشگاه شد تعدادی آدمی آبغندی مثل اون باشن. اینطوری احساس میکرد که همدرد داره و نمونه بی نظیر و نادری نیست، هرچند که بابت آرزوی همدرد عذاب وجدانم داشت. درست اونا که آبغندی نشدن خیلی زیادن، اما ولی ما چند تا آبغندی هستیم که صاحب خاطره آبغندی شدنیم. ولی افسوس همین ماها اگه در بریم و فرار کنیم نمیتونیم این خاطره رو برای کسی تعریف کنیم، اما اگه بمونیم میشه برای دیگران تعریفش کرد. اگه در بریم چی رو تعریف کنیم؟ تعریف قصه ترسیدن خجالت داره. به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جویم، بگو کجایی؟ نشان تو گه از زمین گاهی، ز آسمان جویم، ببین که بی پروا ره تو می پویم، بگو کجایی؟ مواظب باش، مواظب باش بابا. چیزی نیست که، آبگندی هم داریم اینجا. حالا میرم داخل آسایشگاه رو بسود استراحت کن. حالا به جان من باش. مواظب باش. من میرم دست من. من میتونم طبقه دو. آره همونجا استراحت کن. میشه؟ آره همونجا. اسمت چی بود؟ علیرضا. بذار اینو بگیر دست دارم. ببخش جنابات هم در بیار که پاهات هوا بخوره. برم بگی دست دارم. بده ما اینو دست دارم. چیزی نیاز داشته به نمیدون دست دارم. موسیقی
مرکی تو هم آبغندی شدی؟ من دیدم غش کردی اومد. من خودم زدم به غش دیگه علکی. یا آبغند دادن دستم که بیام پیش تنها نباشی. انقدر رفته رو مخم تو اتوبوس دکتر به فرشید گفت که مسئولیت تو رو قبول کنه. خیلی ناراحت شدم. اصلا انتخاب غلطیم. من باید پیشت باشم. اون این کاره نیستش که. نمیتونه اصلا. فرشید نمیتونه. الان تو بیرون بودی داشتن چیز میدادن دیگه. چیه این سیب و موز و از این میوه و اینا میدادن. بعد گفتم بابا سهمتو بده ببینیم. به نقیان گفت نه نمیکنم این کار. به زور ازش گرفتم اینا آوردم به خودم. موز و سیب و اینا. بیا ببین. بیا ببین داره. نمیذارم تنها باشی. تو بیا ببین آخه. نمیشه فلکی. ببین آقای دکترم اشتباه کرد مسئولیت من سپرد به کسی دیگه. من اونجا خواب بودم، اگه بیدار بودم خودم جوابشو میدادم. میخوای فرار کنی اگه خیالت راحته بکشم؟ اه موبایل جواب بده. جواب بده. نه خب داشتم زندگیمو میکردم. خیلی خوب. مثلا میتونستم اینقدر نیام سربازی تا اینقدر سنم بره بالا که اتوماتیک وار بگن تو معافی. بعد تو منو برداشتی آوردی اینجا خودت رفتی گشت و گذار. یحیی من در اولین فرصت برمیگردم تهران. خداحافظ. گوشی آوردی تو؟ چه خلافی هستی تو؟ خودش اومد تو. خودش میاد تو؟ دون داره؟ آقا من آبغندی شدم تو جیبم موند اومد تو دیگه. با من اومد تو. میدونی این گوشه ازت بگیرن من تو بازداشتگاه تا پایان دورم گوشه بهت نمیدن؟ میدونی یا نه؟ نه چیکار کنم الان؟ قایم کنیم یه جایی؟ بده من. بابا خب تو رو میگیرن. بده من بابا جان. بگیرن اشکال نداره. دیگه چیکار کنم دیگه؟ عادت دارم من به این شرایط. چجوری خاموش میشه؟ این باتریش در بیاری خاموش میشه. باش که آبغندی شدم. آره بودم نه. آره گوشی با هم بود اومد تو. ببینم نه اینجا اینه. من میخواستم بگم صادقانه من تابع قوانینم. اصلا میدونم که گوشی رو نباید بیاریم تو. خواستم تحویل بدم. مشکلی نیست الان میره امانت داری تحویل میده. میشه؟ آره آره. آره.
بفرمایید. آقفندیه؟ آقفندی بود. اینجا بشین. مواظب باش. چکارین؟ بله. این گوشیشو بگیر. یه خبر بذارش بنویس. فامیلی چیه؟ فلکی، فرامرز فلکی. آب غندی شدم، گوشیم با هم بود، دیگه همونو بردم تو. بعد من تابع قوانینم، منو میدونم اشتباه کردم. گفتم گوشی رو بیارم اینجا بشه تحویل بدم و عذرخواهی کنم، دوست نشم اتفاق بیفته. آقای فلکی. بله. نه حالت بهتر شده، درسته؟ یکم بهتر. من قبضت رو می‌نویسه. میری داخل آسایشگاه با بقیه آب غندی میری واسه تقسیم شدن. چه کاری قبضشو بنویس باشه. بده من خودم بهش میدم. من قبض. بله. ممنون. چی شو؟ هیچی دیگه، رفتم گفتم آب غندی شدم. گوشی دیگه با هم بود، دیگه اومد تو با هم. حسه در نکنه. دیدم فرمان هم داد به هم و اینجوری. این که به نام توی که نام من شد دیگه، فعلا گیر خودم. بده من دیگه، کجا میذاری؟ مال من مگه نیست؟ یه موز گاز چرا نمیخوری اینو؟ یه گاز بزن سرحال چی؟ باید بریم میخوام تقسیم رو میکنم. واقعا؟ بله، بجم. ببخش ببخش بیا بیا سلام آقا. ببخش بی زحمت برو اون برای فیلم رو بایست دست درم. حالت خوب شد؟ بهتر شدی؟ ببخش این سیب مال شما شد. هم مول مال ایشون بود، فقط من بیسکویت من نخوردم. نه بیسکویت خوردیم دیگه، همه خوردیم. زحف کردیم بیسکویت بیسکویت بیسکویت. حالا گوش کن داره حرف چه. من میتونم از این آن رو از اون تهش باز من میرسیم. الان من تنهات میذارم، بعد دوباره جلوتر میرسیم به هم. پیش رفتن قدم به قدم چه سخت چه آسون، اگر قدمی برداشته بشه حاصل به مقصد نزدیک شدنه. ولی البته حالا شاید بعدن نیمه راه نرسیده به مقصد یا همون اوایل راه ول کنم و برگردم به عقب. من میرم ولی با هم میفتیم. ببین کی گفت اسمتو میخونن و نگران نباش. اگه
اگه یکی تیز باشه میفهمه دارم در میرم برم بیرون. تو قیافم ترس و دلشوره و دلهوره تابلوه. کجا استاد؟ سلام. سلام. کجا داری میرم سلامتی؟ ترس و دلهوره و دلشوره چه خبر میدیم؟ بله اتفاقا ترس و دلشوره و دلهوره دارم. برای چی ترس و دلشوره و دلهوره نداره که؟ الان اونجا میشینیم اسمتون رو میخونم تقسیم میشید استقاقی میگیرید میرید مرخصی برمیگردید میاد سر خدمت. ترس و دلشوره نداره. اسمت چیه؟ نقیان. نقیان. الان میرم تشریف فرد بشین اسمتون میخونم نگان تو مشخص کنم برم نگران هم نمشخصم. نقیان نقیان چرا وایستادی؟ برو آقا برو بشین بفهم برو بشین چش بفهم. نفهمیدم چی شد بلند شدم رفتم. خنگ شدم مگه شهاب؟ اگه خواستی فرار کنی بذار قانونی از در پادگان بری بیرون بعد در رو برو بشین سر جات گیج نباش. شانس آوردم لحظه آخر داشتیم میشستی دیدمت خیلی توی شروع بگی نمیتونستم پیدات کنم. این فلکی ساکه اون داد گفت یگامندی دارم میکنن بیرون بود یگانش مشخص شده بود. اسمان نخوندم اسمان مورده تو رو نخوندم ولی نوحی اسم تو خوندم این دلست تا یگان قبلی جدی؟ برم دیگه میبینم تو تکر عرض بازم ممنونم خیلی کمک کنم. خوبی؟ خودت چی فکر میکنی؟ برای شب هم مجبور بودم برم. اینه که سربازه خیلی وضعش خوب نبود بعدم مشکوک بود اینکه آپاندیس بشه خیلی خطر داشت. ببین دارن اسما رو میخونن یگان بندی میکنن. من اگه با تو توی یگان نباشم بریم مرخصی من دیگه بر نمیگردم. بله یعنی دبه میکنه دیگه. یادم یه قول دادی دیگه به خدا قول دادی گفتی اگه با یحیی یه جا بیفتم توی پادگان میمونم. حالا خود دادی گفتم که گفته باشم دیگه اگه من توی یگان با تو نیفتم بر نمیگردم از مرخصی. همین برکلا که دو بار دیگه نبگو من اصابان بشم بدونم با چیکار کنم. تو فقط هم یه جمله رو بلدی من آقای حیات گفتم بر نمیگردم. الان انتظار داری من چیکار کنم؟ بگم تهران فرار کنم از سربازی من با شما بس دیگه که این بزرگ شد خجالت بره. بله من رو باید چکار کنم؟ این بر این بر نمیدونم دیگه تمام شد دیگه تو سربازی نمیمونم. سلام آقای یحیی چرا دو تا کوله داری؟ این حالا یکیش مال این پسر هاشمی غلام رضا هاشمی. آره همین که بردمش در میگم. سلام سلام خوبی؟ آقای دکتر من فکر کنم این آسایشگاه پسر داریتون همینجا باشه چون که این شماره یگانش داره میخواد. آره فکر کنم بس اینجاست
میخونه که شما رو برم اگه بود رشتم بیارمش. تو چند ساعت گذشته چند تا اتفاق خوب افتاد. یلدا اومد، غلامرضا رو نجات دادم. پس حالا به خاطر اینکه با شهاب نیفتادم توی یه یگان، نباید فکر کنم که دیگه رو شانس نیستم. صداش کنه خیلی طبیعی باش حرف بزن، انگار نه انگار که گفت فرار میکنه و برمیگرده تهران. کاملا طبیعی، انگار که هم اوزادیه، هم انگار که اون یادم عادیه. آقای نقیان، خوبی پسر دایی؟ سلام بر ماهت. بس دو تحویل گرفتی؟ آره. خیلی خوب. کجا؟ مرخصی دیگه، به همه مرخصی دادم، به شما اعلام نکردن؟ چرا؟ به ما هم اعلام کردن. میگی بریم، کجا بریم؟ آها، ببین با بچه ها داریم میریم یادت این غلامرضا هاشمی، همین پسری که من بردمش در اونجا، با اون توی یگان افتاده، راستش تحویل گرفتم، میخوام بریم یادتش. اون با تو توی یگان افتاده، من نیفتادم. قسمت بوده، راضی باش. ببین همین که با هم دیگه توی پادگان افتادیم راضی باش. خب میریم عیادتش، بعدش میریم شهر، برمیگردیم بعدش پادگان. گفتن اگه کسی بخواد میتونه پادگان بمونه. من خون برگردم تهران. ای بابا ول کن دیگه. ببین میریم عیادت رفیقمون، بعدش میریم هم دیگه شهر، یه دوری میزنیم، برمیگردیم پادگان. نروته میریم عیادت رفیقمون، بعدش من برمیگردم تهران پسرم نه. از خرش دهنه بریم عیادت منتظرم.